بله سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز چهارشنبه است و تا چند دقیقه دیگه بازار سهام آمریکا باز میشه. من پری مارکت ها بررسی کردم، متاسفانه امروز بازار خوبی نمیتونیم داشته باشیم چون اکثر پری مارکت ها داره کلوز دیشب و تقریبا حوالی کلوز دیشب رو برای اوپن امروز نشون میده. این نشون میده که دیشب آخر وقت گپ تریدرها نیومدن توی مارکت، یعنی تکلیف بازار خیلی مشخص نبوده که بخوان تصمیم واضحی بگیرن. پس امروز ما روز خیلی سختی رو در پیش داریم، امیدوارم که بتونیم پوزیشن های خوبی پیدا کنیم. اگه نشود سعی میکنیم رو شاخص نزدک حداقل یکی یا دوتا پوزیشن بزنیم، ولی با توجه به وضعیت الان بازار فکر میکنم تمایل به سمت بای باید باشه. ولی حالا چند تا از سهام ها مخصوصا AMD و من هر دو طرف بازار رو براش سناریو دارم، ناحیه‌امو مشخص کردم، منتظرم که بازار باز بشه. بازار که باز شد شما با من همراه خواهیم بود از لحظه اوپن بازار و ما سعی میکنیم که بتونیم پوزیشن های خوبی بگیریم، ببینیم حالا خیر با خداست چی در میاد. پس اول بازار میبینمتون. خب دوستان من برگشتم، الان ساعت اینجا 4:29 است، تا چند ثانیه دیگه بازار باز میشه. توجه داشته باشین پوزیشن اول رو من با 2 لات میرم، اگه درست در اومد پوزیشن بعدی رو با 5 لات میرم، اگه اشتباه در اومد پوزیشن بعدی رو با 2 لات میرم، اگه پوزیشن دوم اشتباه در اومد ترید نمی کنم. این در واقع برنامه‌ریزی ماست و امیدواریم که بتونیم امروز ترید خوبی بگیریم. خب الان ها دیگه بازار باید باز بشه. الان شما دارین تایم فریم 1 دقیقه AMD رو میبینین. خب یک لحظه صبر کنین. بله خیلی خوب، مارکت باز شد، بالا هم باز شد. خب همه چی فعلا بستگی به شاخص دلار داره. شما اینجا پایین نمیبینیش، من از بالا دارم نگاه میکنم و نزدک و بقیه رو هم دارم میپام ببینم که کدوم برام میتونه بهتر باشه. خب خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم بازار گیجه، ما باید رو خود نزدک شاید بتونیم یه شکار بهتر پیدا کنیم، ببینیم چی میشه. کندل اولی که طبیعتا باید صبر کنیم تموم شه تکلیفش، ببینیم چی میشه. AMD اونطوری که ما میخواستیم اصلا پیش نرفت. کندل اول من انقدر که بلنده بعد این نمیتونیم پوزیشن بزنیم چون عملا دستمونو میبنده. نزدک رو رفتیم بای، 2 لات نزدک رو رفتیم بای و شما میتونین از این بغل سود و زیان منو ببینین. خب چون بازار خطرناکی ما باید خیلی سریع بیام بیرون. امیدوارم ببینین نوسان خیلی زیاده. من اومدم بیرون، کندل خیلی شارپ بود، هر لحظه ممکن بود خالی کنه. ببینید داره خالی میکنه. من با 490 دلار اومدم بیرون. خب یعنی همون در واقع یه دونه کندل تارگت امروز ما رو زد. خب علت این که من خیلی مصمم اینو گرفتم دو تا دلیل دارم. ببینید من بذارین از تریدینگ ویو بهتون نشون بدم. یک لحظه من اجازه بدین اپل رو پیدا کنم. اپل یه لحظه عوض میخوام چون ویدیو رو هم نمیخوام کات بکنم. این حواس پرتی های من رو باید یه لحظه تحمل کنین. خیلی خوب، 1 دقیقه ببینین، 1 دقیقه اپل رو یه لحظه با هم دیگه نگاه کنیم. من جایی که گرفتم اپل کاملا مستعد بای بود، کندل اول بست، کندل دوم خواست بره بالا، تایم فریم 1 دقیقه هم هستیم. خب اپل رو من پوزیشن نمیزنم چون هم اسپردش زیاده هم لورجش آدم آزار میده. به جاش رفتم نزدک رو زدم. چرا؟ چون اپل زیر مجموعه نزدکه و در واقع بزرگترین مارکت کپ اون بازار نزدک مال اپله. اپل به محض اینکه حرکت رو نشون میده نزدک پشت بند اون میره. اپل خواست بکنه بره سمت بالا، من به جای اپل رفتم نزدک رو زدم. نزدک هم جاش خوب بود البته و تو همون لحظه شاخص دلار ما هم داشت میریخت. من یه لحظه بهتون نشون بدم شاخص دلار رو، دی ایکس وای ما یه لحظه نگاه کنیم. ببین این حالا هم 1 دقیقه ببین تو اون لحظه شاخص دلار هم داشت خالی میکرد میومد پایین که طبیعتا نزدک باید مثبت میشد. خب من چند تا چارت جلوم باز بود و بهترین بهره برداری رو ازشون کردم و دقیقاً اون چیزی که میخواستم و بیشتر از اون چیزی که میخواستم حتی تونستم بگیرم. خب
عالی بود، عالی بود. امیدوارم همتون ترید های راحتی بتونین بگیرین، از ترید کردن هم لذت ببرین. دیروز بازار ما رو اذیت کرد، اون توقعی که ما داشتیم و نداشت، پیش نیاورد در واقع، ولی امروز جبران دیروز هم کرد. خب امیدوارم که همگی روز فوق العاده ای پیش رو داشته باشیم، از ترید کردن لذت ببرین. وقت همگی بخیر.